سلام علی شیرازی هستم امروز سهشنبه 26 ماه ماه و این برنامه بررسی روزنامه هاست صحبت های وزیران خارجه اتحادیه اروپا مبنی بر لغو تحریم های ایران در آینده نزدیک و صحبت های تلفنی ظریف با کری و اشتون از مهمترین موضوعاتی بوده که روزنامه ها امروز با آن پرداختن روزنامه ایران ارگان مطبوعاتی دولت در تیتر یک امروز از قول اروپا تیتر زده تحریم های ایران لغو می شود و در گزارش این ماجرا نوشته وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در نشست اخیر خود از لغو تحریم ها علیه ایران خبر داده و اعلام کردند که تحریم های این اتحادیه به زودی برداشته می شود در همین حال کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم تاکید کرد که ایران و گروه پنج به علاوه یک مذاکرات فنی خود را از سر می گیرند. تصمیم وزرای خارجه اتحادیه اروپا <تصفح> پس از آن اتخاذ می شود که به موجب توافق هسته ایران و پنج به علاوه یک در ژنو قرار بر این بود که تحریم ها علیه ایران دچار تحول شود به این ترتیب که در مدت زمان شش ماهه ابتدا شورای امنیت سازمان ملل آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم های جدید علیه ایران تصویب نکنند و بخشی از تحریم ها شامل پتروشیمی، فلزات گرانبها ها و میزانی از تحریم های مالی و مشکلات حاصل برای انتقال وجوه را برطرف کنند. سومین نکته در این توافقنامه این بود که راه حل جامع و طرف این شامل یک فرایند متقابل و قدم به قدم به رفع همه جانبه تمامی تحریم های شورای امنیت تحریم های چند جانبه و تحریم های مربوط به برنامه هسته ایران بیانجامد. روزنامه ایران نوشته مقامات اروپایی در حالی وعده لغو تحریم ها را بر اساس توافق ژنو دادند که کاخ سفید اخیرا تحریم های جدیدی را علیه ایران تصویب کرد که به موجی از نارضایتی در میان گروه پنج به علاوه یک مبدل شد. مقاماتی از مسکو، اتحادیه اروپا، سوئد و چین رفتار آمریکا را مورد انتقاد قرار دادند مقامات آمریکایی هم در واکنش به این اعتراض ها اعلام کردند که دولت آمریکا همچنان به توافقنامه ژنو پایبند خواهد بود مسعود کازمی هم در گزارشی در روزنامه قانون های وزیران خارجه اتحادیه اروپا را مرگ سرخوشی کاسبان تحریم دانسته و نوشته پرونده هسته ای ایران بازیگران متعددی دارد اگر در گذشته تصور همگان این بود که تنها چند کشور در این میان تأثیر گذار و به دنبال منافع خود هستند پس از امضای توافقنامه ژنو مشخص شد بسیاری در این میان درگیرند از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس گرفته تا ترکیه و بیشتر کشورهای اروپایی و شاید این عدد این, عدد این کشورها به مرز سرقم نیز برسد در کنار اینها قولهای سوجویی چون چین و روسیه را نیز باید به شمار آورد اما در داخل ایران و آمریکا دو دسته هستند که از برهم خوردن توافقات خوشحال می شود. از روزی که این توافقنامه امضا شد توبخانه های بسیاری در هر دو کشور شروع به کار کرد هم در ایران و هم در آمریکا هم از از همکنون رقبای سیاسی دو رئیس جمهور نگاه جرفی به انتخابات ریاست جمهوری آینده دارند. آنان میدانند که اگر این توافق به سرمنزل مقصود برسد همفکران سیاسی دو رئیس مجددا راهی دفتر کار ریاست جمهوری خواهند شد صد البته در این میان منافع دیگری نیز وجود دارد در هر دو کشور این جماعت به تندروها معروفند افراتیونی که حیات خود را مدیون تنش و حضور سایه جنگ بر سر های خود می دسته دوم کسانی هستند که بدون در نظر گرفتن آبشخور فکریشان منافع اقتصادی بینظیری از تحریم ها بردند. اینجاست که اسرائیلی ها در آمریکا و اسرائیل و صداگران سیاست و کاسبان تحریم در ایران در یک همگرایی اقتصادی و تاریخی قرار می گیرند. روزنامه آرمان هم ضمن انتشار گزارشی درباره مذاکره محرمانه محمد جواد ظریف و جانکری پس از مذاکرات ژنو نوشته پس از رکود موقت تنور دیپلماسی هسته ای داغ شد این روزنامه با اشاره به اینکه تلاطم های بیرونی و انتقادات درونی هنوز بدان حد از قدرت نرسیده که ظریف ظریف حریف را به میدان از میدان به در نوشته محمد جواد ظریف نشان داده اهل مسامحه و عافیت جویی نیست و برای ذره ذره لحظات کنش منحصر به فردش را دارد و با بهرهگیری از تمامی ابزارها و ادوات رسمی و عمومی ماشین دیپلماسی را به پیش میراند. به نوشته روزنامه آرمان پس از آن که وزارت خزانهداری آمریکا با اضافه کردن نام 19 شرکت و فرد به لیست تحریم ها یک شک غیر منتظره به روند مذاکرات وارد کرد و در پی آن منتقدین تندرو داخلی که از همان اول بر توافقنامه ژنو جنف تاخته و آن را محل ایراد می دانستن هجمه رسانهی و سیاسی علیه ادامه مذاکرات و کلیت توافقنامه آغاز کردند. ظریف دوباره موتورش را روشن کرده است. روزنامه آرمان با اشاره به اینکه وزیر خارجه دولت روحانی ابتدا در پیام فیسبوکیش پاسخ سریحی به منتقدین داخلی داده و به انتقاد از مخالفخانی های بیمورد آنان پرداخته نوشته ظریف در دومین قسمت از اقدامات تازه و هدفمندش معطوف به افکار عمومی بیرونی به مصاحبه با دو رسانه غربی و بین‌المللی پرداخت و این پالس را به دنیا مخابره کرد که ایرانی‌ها بر عهد و پیمان خود استوار هستند و اگر قصوری رخ دهد مقصر طرف‌های دیگر هستند. روزنامه آرمان همچنین نوشته که محمد جواد ظریف در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست رایزنی و گفتگو میان وزرای خارجه ایران و ایالات متحده پس از مذاکرات ژنو را تایید کرد و به سراحت بر گفتگو با جانکری پس از مذاکرات ژنو تاکید کرده است نکته که تاکنون و بدین شکل در طول 35 سال گذشته مسبوق به سابقه نبوده است <تصفح> روزنامه جوان اما نزدیک به سپاه پاسداران به طور زمینی از تماس میان وزرای خارجه ایران و آمریکا انتقاد کرده و نوشته تماس های تلفنی محمد جواد ظریف با جانکری ظاهرا این روزها به روال تماس های شبیه با اشتون تبدیل شده و البته باید از روزنامه های آمریکایی تشکر کنیم که در مصاحبه با ظریف از این تماس ها خبر میگیرند و به اطلاع ملت ایران هم میرسانند این روزنامه همچنین نوشته هرچند ظریف میگوید که جانکری به من زنگ میزند اما باید بدانیم که آمریکا برای برقراری روال عادی تماس با ایران سی و چهار سال رنج کثیر برد. چون به خوبی میداند که در نگاه جهان تماس آمریکا با هر کشور دیگری یعنی تماس ارباب با مربوب مرعوب مگر آنکه کسی جواب آمریکا را ندهد روزنامه کیهان به رغم تیتر مشابه با روزنامه جوان و تاکید بر اینکه توافق ژنو از ریل خارج شده اما نمرده از تماس تلفنی کری و نارضایتی ظریف خبر داده این روزنامه نوشته اداره کل دیپلماسی رسانه‌ای وزارت خارجه ایران درباره تماس تلفنی کری با ظریف اعلام کرد که پیرو تحولات اخیر در زمینه اجرای برنامه اقدام مشترک وزیر خارجه آمریکا با ظریف تماس تلفنی داشت و وزیر خارجه مراتب نارضایتی ایران را اعلام کرد به نوشته کیهان در اطلاعیه اداره کل دیپلماسی ای وزارت خارجه ایران تاکید شده که محمد جواد ظریف در زمینه اجرای برنامه اقدام مشترک با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز تبادل نظر داشته روزنامه کیهان همچنین از قول عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هستی ایران نوشته ادامه مذاکرات کارشناسی منوط به تصمیم شورای عالی امنیت ملی است روزنامه اعتماد هم در تیتر یک از تماس تلفنی ظریف و کری خبر داده و نوشته مذاکرات ژنو نمرده است و ادامه پیدا می کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز گذشته در گفتگو با روزنامه آمریکایی واشنگتن پست با بیان این جمله در واقع به تمامی انتقادها و اظهار نظرهایی که این روزها بیشتر رنگ و بوی به هم زدن توافق ژنو را میدهد پاسخ داد. این ها از چند روز پیش با اضافه شدن نام چند شرکت و شخص به لیست تحریم های قبلی آمریکا در قبال ایران وسعت بیشتری پیدا کرد اما دیروز وزیر خارجه ایران در گفتگوی مفصل خود با این نشریه آمریکایی از تماس تلفنی با جانکری وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون خبر داد و اعلام کرد که آن دو خود را به تکمیل توافق ژنو متعهد می‌دانند او همچنین گفت که هیچگاه ارتباطات قطع نشده است. او البته گفته که کار دشوار و جاده ناهموار پیش رو داریم و متاسفانه برخی نیروها در تلاشند تا این روند را تضعیف کنند. او تاکید کرد که مذاکرات تنها با مانع مواجه شده است و از بازگشت به میز مذاکرات برای جلو رفتن در این روند خبر داد. و حالا نگاهی به صفحه اول برخی از روزنامه های امروز ایران. اطلاعات رئیس مجلس مسیر حرکت دولت مثبت است ایران وزیر ارتباطات افزایش پهنای باند اینترنت در دستور کار دولت همشهری یارانه به یاری سلامت نیامد رسالت رئیس جمهور دولت باید برای عدم کارآمدی پاسخگو باشد جمهوری اسلامی هاشمی رفسنجانی اروپایی ها به خاطر تحقیر امضای پنج به علاوه یک باید مدعی آمریکا باشند تهران امروز تماس تلفنی جانکری و اشتون با ظریف دنیای اقتصاد خیز بورس به قله 90 هزار روزنامه اعتماد ضمن انتشار گزارشی درباره مرگ 11 دانشجو در تصادف روز دوشنبه جاده دسفول شوشتر از قول نماینده شوشتر از طرح دعوا علیه وزارت راه و شهرسازی خبر داده به نوشته روزنامه اعتماد کشته شدن 11 نفر که بجز راننده همگی آنها دانشجو بودند و زخمی شدن 12 تن در تصادف صبح دوشنبه در جاده دسفور شوش در سبب شده تا نمایندگان خوزستان تصمیم به نوشتن دادخواست علیه وزارت راه و شهرسازی بگیرند به گزارش این روزنامه هنوز ده دقیقه تا هشت صبح مانده بود که ناگهان دانشجویانی که با مینیبوس به سوی دانشگاه شوشتر می رفتند تکان شدید را احساس کردند و تنها در چند لحظه برخورد مینیبوس با یک تریلی علاوه بر راننده تن از آنان را در دم به کام مرگ فرستاد. روزنامه اعتماد نوشته که دهمین ده و یازدهمین ده کشته ناشی از این تصادف نیز در بیمارستان در حالی جان باختند که هنوز هویتشان کشف نشده است و به این ترتیب پنج زن و پنج مرد در این حادثه کشته شدند. علاوه بر کشته ها دوازده تن نیز مجروح شدند که به نوشته روزنامه اعتماد هشت نفر مرد و پنج نفر زن هستند و مصدومان حادثه که راننده تریلی نیز در بین آنهاست در ابتدا به بیمارستان گنجوی دسفول برده شدند اما به گفته رئیس اورژانس استان خوزستان برای مداوا با امکانات درمانی بیشتر به بیمارستانی در اهواز منتقل شدند همایون اسفندی رئیس اداره تصادفات پلیس راه ایران در این باره به روزنامه اعتماد گفته صبح دیروز یک دستگاه مینیبوس که از دسفول به شوشتر در حال حرکت بود با یک دستگاه تریلی که در مسیر مقابل در حال تردد بود برخورد کرد این حادثه یک کیلومتر مانده به صالح شهر دسفول اتفاق افتاده و علت آن انحراف به چپ راننده مینیبوس بوده است محمد سادات ابراهیمی نماینده شوشتر و گتفند اما اظهارات رئیس اداره تصادفات پلیس راه ایران را رد کرده و به روزنامه اعتماد گفته متاسفانه قصور مسئولان راهسازی معمولا در تصادفات در نظر گرفته نمی شود و به این ترتیب مقصر نهایی راننده اعلام می شود و معمولا نیز علت انحراف به چپ قید می شود اما عرض جاده دسفول شوشتر که در آن در دو مسیر رفت آمد می شود و جاده اصلی است تنها هفت متر است نماینده شوشتر و گتفند گفته علت اصلی حادثه تعریض نشدن این جاده هفت متری است چون مسئولان وزارت راه در چهار بانده کردن جاده غصور کردند <applause> روزنامه جامع جمع هم امروز گزارشی با تیتر از باکتری تا میمون در فضا درباره فعالیت های فضایی جمهوری اسلامی منتشر کرده و بخش از اقدامات سازمان فضایی ایران را نمایشی و تبلیغاتی توصیف کرده این روزنامه با اشاره به اینکه پرواز فرگام به ارتفاع 120 کیلومتری سطح زمین یعنی 20 کیلومتر بالاتر از مرز فضا نام ایران را برای دومین بار به حوزه کاوش‌های علمی فراجوی باز کرد نوشته نگاه ها به این مأموریت خاص سازمان فضایی ایران به شدت رادیکال است و آنها که این روزها درباره فرگام حرف میزنند یا طرفداران پراپاقرص سفرهای سرنشیندار فضایی ایران هستند یا مخالفان قسم خورده آن که معتقدند در شرایط کنونی بهتر است کشور منابع محدود انسانی و مادی خود را صرف طرحهایی کند که منافعی برای رفاه و زندگی مردم عادی داشته باشد. روزنامه جامعه جمع وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی همچنین نوشته که در مقابل منتقدان مسئولان سازمان فضایی ایران با اشاره به تعداد نفرات محدود و بودجه این طرح برد تبلیغاتی و اقتدار آفرینی آن را بسیار مؤثر قلمداد می‌کنند و اعتقاد دارند سرریز دانش و فناوری‌های توسعه داده شده در این طرح زیرساخت مناسبی برای خیلی از طرح‌های علمی کشور در آینده خواهد بود. روزنامه شرق اما در تیتر یک خود در گزارشی درباره بابک زنجانی نوشته روز دوشنبه روز سیاه بابک زنجانی بود ابتدا مجوز برج ایران زمین متعلق به او توسط شورای عالی معماری و شهرسازی ابطال شد سپس یک مقام مسئول در بانک مرکزی از واریز نشدن بدهی 2 میلیارد و 600 میلیون یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت خبر داد و سرانجام مصطفی افزلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 اعلام کرد قرارداد فروش 17 شرکت تأمین اجتماعی به بابک زنجانی کملا یکون شده و زنجانی باید چک 17 هزار میلیارد تومانی را که از سوی تأمین اجتماعی برای تضمین واگذاری شرکت ها در اختیار گذاشته شده بود برگردند. ایمان پیربرناش هم در مطلب تنزی در روزنامه قانون به اطلاعاتی که معمور سیا از دفتر احمدی نژاد مخابره می کرده پرداخته و نوشته با بایر معمور سابق CIA در مصاحبه با صدای آمریکا مدعی شد به عنوان معمور سیا در دفتر محمود احمدی نژاد در شهرداری تهران فعالیت داشته است. او در خاطراتش گفته در همان زمانی که لوینسون به ایران رفت من هم رفته بودم علنا به عنوان یک معمور سابق CIA من در دفتر محمود احمدی نژاد زمانی که هنوز شهردار بود کار کردم وای چقدر ضایع آدم معمور مخصوص حاکم بزرگ باشه معمور سیا آن هم در شهرداری تهران نباشه باز اگر شهرداری یاسوج بود یک چیزی لاغر تیم فوتبالشان در دستی یک بازی میکند و آبرومندانه تر است خبرهایی که باب بایر در زمان حضور در شهرداری برای سیا فرستاده به شرح زیره 8 همه از تعطیلات نوروز آمدند آقا محمود یک کاپشن خلبانی جدید خریده و اینجا جشن عمومی اعلام شده مرتزوی داخل عروسی است هنوز فارسی نوشتن را خوب یاد نگرفتم آها میگویند انگار اینجا عروسی است که اینطوری جشن گرفتن شاید،, شاید, هم یک چیز دیگر تمام نوه یک سه ماشین آقای محمود امروز خراب شد و همگی مجبور شدیم تا وسط های نارمک هلش بدیم همه هم عکس میگرفتند و میگفتند شهردار خیلی مردمی است که ماشینش خراب میشود اینجا مردمی بودن به همین راحتی است پلش را ما می دهیم مردمیش را آقا می شود تمام دهه یک هشتاد و سه حقیقتا از پول که بدم نمیاد ولی این پولی که به من میدهید حلال نیست اینجا هیچ کاری نمی کنند که نیاز به جاسوسی داشته باشد خودتان را علاف نکنید تمام 11 یک هشتاد امروز فردی مشکوک آمد و چیزی را از شهرداری برد البته اینها رمزی صحبت میکردند و من چیز زیادی دستگیرم نشد ولی فکر کنم اسم طرف لولو بود که آمد و برد و یک لیوان آب هم روش تمام دوازده یک هشتاد هیچ 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 یعنی شما بگو یک صرفه کرده باشه تمام 13 سیزده یک هشتاد سه سیزده به در با محمود اسفندیار و سعید رفتیم اوشون فشم جاتون خالی کباب زدیم در حد لالیگا نمیدونید یه یارو اومده بود کنار بسات ما آکاردون میزد سعید هم مجلس رو گرفته بود همه دور ما جمع شدند فوتبال زدیم دو به دو من اسفندیار محمود و سعید اینقدر جر زدن تا بردن همین دیگه الان هم برم بچه ها تاب درست کردن روی درخت نوبت منه تاب بخورم و وقای نگاری امروز احسان ابراهیمی در روزنامه قانون با عنوان خوش به حال سوئد از هفت دولت آزاد است. 23 آذر 1392 ساعت 9 و 22 دقیقه صبح صبح با, نو... صبح با نوبخت قرار گذاشتیم که با هم به محل کار به و در مسیر با هم صحبت کنیم. نوبخت لیست جامعی از همه انتقادات و خواسته های جریان ها و ارگان ها و اشخاص و نمایندگان در ارتباط با بودجه 93 را ارائه کرد. از استفای نمایندگان و خواسته قلنوی بگیرید تا اقدس خانم زن سفتر آقا همسایه مشاور معاون یکی از وزرا. به باقر گفتم باقر تو رو خدا فردا برو بگو روحانی میگه قرار نیست با بودجه 93 همه مشکلات بشریت حل بشه. بگو به خدا ما, ما هم مثل شماییم. بگو اون کسی که کلامش، عملش، رفتارش همه فرازمینی بود دیگه رفته من هم یکی هم مثل خودتون من نمیتونم مثل یک نفر قبلی با یه جمله جهان رو مدیریت کنم و مسائل جهان رو حل کنم احمدی نژاد یه دونه بود واسه نمونه بود یه دونه احمدی نژاد توی ایران داشتیم یه دونه هم سوپرمن توی آمریکا. اینقدر اذیتم هم نکنیم ساعت دوازده و ده دقیقه <تص> سر ناهار بحث کشید به کمر درد ظریف که ناگهان آشپز ما پرید وسط بحث و گفت دکتر تحریم ها کمرمون رو شکسته نمیخواید کاری کنید گفتم این جمله دیگه قدیمی شده برای بله دوره قبلی بود الان باید بگی خوب از سانتریفیوژ بچرخد به شرطی که چرخ صنعت هم بچرخد کلی تقلا کرد و گفت دکتر خوب از سانترفروش، سانترفیج سانتیر همینطور داشت برای خودش میگفت که راهش را کشید و رفت آقای نعمت که داشت چرت میزد تا اسم صنعت اومد از خواب پرید و گفت دکتر وزیر خارجه سوئد اعلام کرده هیچ مانعی برای لغو تحریم های ایران وجود نداره اسحاق خندید و گفت خوش به حال سوئدی ها نه با دار و دسته نتانیاهو سر کار دارن نه از این تندروهای داخلی دارن که از تحریم نون میخورن و کیف میکنن و نمیذارن توافق بشه از هفت دولت آزادن بعد از ناهار داشتم از سالن غذاخوری خارج می شدم که آشپزمو از ته آشپزخونه داد زد آقای روحانی سانترفیوج ساعت 15 و 20 بعد از ظهر ضعف کرده بودم زنگ زدم به سوپری دم میدون برام بیسکویت بیاره چون حال نداشتم تا جلوی در برم از همون جایی که بودم یک ساعت رو با تناب بستم و فرستادم پایین تناب در رفت خورد تو سر اسحاق که داشت از پلا می اومد بالا حالا فردا رسانه های متحد و مسئول میخوان از درگیری فیزیکی من و اسحاق بنویسن داشتم بیسکویت رو بالا میکشیدم که نهاوندیان آمد داخل اتاق با تعجب پرسید چیکار کار دکتر؟ گفتم حسلم سر رفته دارم ماهی میگیرم تو کار تو بکن کار تو بگو گفت آقای حاشمی ازتون خواسته از این به بعد به جلسات مجمع برید زمنان گفته برخی میخوان توافق ژنو رو به هم بزنن ولی مردم نمیذارن گفتم خوشم میاد ازش مرد و حرف مرد یکیه اون موقعی که کسی جرئت نمیکرد اسم بعضی ها رو بیاره میگفت برخی دارن فلان و بهمان میکنن الان هم که رسانه ها دارن مستقیما اسم هم رو میارن و هم رو تیکه پاره میکنن باز میگه برخی کارش درسته به سراغ کارتون های انتخابی امروز میریم کارتون پیام برومن در روزنامه اعتماد کارتون بهروز فیروزی در جام جم حمید صوفی خبرگزاری ایسنا محمد رزامی شاه ولد روزنامه قانون علی کاشی مردم سالاری سلمان تاهری شرق محمد کارگر جهان صنعت کارتون محمد تهانی در اسامه آرمان فرهاد بهمنی خبرگزاری فارس و در پایان کارتونی از احسان گنجی بود بررسی روزنامه های سهشنبه امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه برای دیدن این برنامه و همچنین آرشیو برنامه های بررسی روزنامه ها می توانید به صفحه فیسبوک این برنامه با آدرس facebook.com مرور مطبوعات سری بزنید ضمن نظرات انتقادات و پیشنهادات خودتون رو هم در همین درباره این برنامه میتونید در همین صفحه با ما در میون بذارید تا فردا ایام به کام شب روزتان خوش